سلام دوستان، حالتون چطوره؟ مصطفی بیتگلی هستم، در فرلند انگلیش با یه نکته تخصصی درباره لغت. دوباره قبلا داشتیم، چند تا برید ببینید. خودم کار کرده بودم، کالوکیشن رو گفته بودیم، ورد فامیلی رو گفته بودیم، چند تا سینونیم هم گفته بودم، تخصصی که خیلی بهتر میکنه صحبتتون رو. حتما پیگیرش باشید، انجام بدید. امروز یه نکته تخصصی تر میخوام بهتون بگم که توی خیلی جاها، تو امتحانا، مخصوصا امتحان بین‌المللی، اصلا صحبت کلی خیلی به دردتون میخوره. از A1 A2 پرتتون میکنه به B1 B2 و بالاتر، حالا تا C1 C2. خیلی وقتا ما کلمه ها رو فقط معنی اول چک میکنیم. زمان ما حالا در این حد بود، الان که دیگه نمیدونم دیگه، فقط بکنم ترجمه فارسی خیلی بچه ها چک کنن که این کاملا غلطه و ردش میکنیم. ما حتما معنی مثال بعد چک کنید، یادتون نره. ما خودمون معنی اول رو چک میکردیم. سه تا کلمه میخوام مثال بزنم. Exact, retire, qualify. خیلی از ماها میدونیم exact میشه دقیق، retire بازنشست شدن، و qualify واجد شرط، من صلاحیت داشته. اینا رو ما میدونیم، اوکی. از لول تقریبا pre intermediate به بالا یه جوره دیگه اینا رو شنیدن حداقل یه بار. advanced هم که 100% میدونه. آیا سراغ معنی های دیگرش هم رفتیم؟ یا توی تکس های فرمال اینا رو دیدیم؟ exact, qualify, retire معنی های دیگرش چیه به نظرتون؟ کجاها مثلا به نظر خودتون شنیدید که دقت نکردید فکری دقیقا همینه؟ برای مثال از retire شروع میکنم، یه معنی ادبی داره. To go to bed، داری یه کتاب میخونید. I was so tired, fatigued, and because of the lethargy during the day, I retired soon that night. خیلی خسته بودم، به خاطر خستگی اون روز زودتر رفتم به تخت خواب. دیدی چند تا کلمه فرمال به کار بردم؟ فتیگ، لفارجی و I retired sooner that night. اوکی؟ ببینید چقدر جمله فرق کرد. I was tired and I went to bed. خب این یه آیه که اون قبلی هست 3-1-3-2. حواستون باشه تو نمره و صحبت کلن اینا با هم یک دنیا فرق دارن. یا exact، دقیق، صفت. میدونستید فعلم داره part of speech ها، میدونستید عوض بشه معنی عوض میشه؟ To exact a promise from somebody، از کسی قول زوری گرفتن. Exact something، یه چیزی زوری از کسی گرفتن معنی میده. I'm gonna exact a promise from him or out of him to do that job. Okay. و آخری هم که گفتم qualify، این دیگه خیلی فرق میکنه. معنی مثبتش که گفتیم واجد شرط بودن، یه معنی دیگه داره. To reduce، عمرن نشنیدی مطمئنم. After his lawyer being hurt by the jury، they qualified his punishment. وقتی که جوری، هیئت منصفه، اظهارات، حالا استیتمنت های وکیلش شنید، مجازاتش رو تخفیف دادن، تعدیل کردن. معنی تعدیل دادن هم اینه. یا مثلا میگم I'm gonna qualify my previous statement by adding that. میخوام یه ذره استیتمنت یا اظهاری قبلیمو تعدیل کنم و اینو بیافزایم که میخوای یه چیز unpleasant رو یه ذره بهترش کنی، reduceش کنی. معنی دیگه کلماتو حتما چک کنید، اکثرا کاربردهای فرمال و ادوانس دارن. اینم یه تکنیک ناب دیگه برای لغت بازا. Goodbye.